بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، وقت شما بخیر. توجه نمایید به خبر ساعت 10 از تلویزیون تمدن. مسئولان ریاست عمومی پلیس ترافیک وزارت داخله میگویند در جریان یک سال گذشته 4268 رویداد ترافیکی در کشور رخ داده است. به گفته مسئولان در نتیجه این رویدادها بیش از 1260 تن جان باخته و نزدیک به 6000 تن زخمی شدند. با این حال مسئولان ریاست عمومی پلیس ترافیک میگویند برای کاهش رویدادهای ترافیکی طرح مدیریت 5 شاهراه را در کشور عملی خواهند کرد و موترهای راست فرمان را نیز تغییر فرمان خواهند داد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق بار دیگر از حکومت سرپرست خواست که درهای مکاتب دانشگاه ها را برای دختران بازگشایی کند. آقای کرزی در پیام به مناسبت 28 اسد 105مین سال روز استقلال کشور گفت رهایی از وابستگی به خارج و پیشرفت کشور در گرو آموزش جوانان به ویژه دختران است. او همچنان ابراز امیدواری کرده که همه شهروندان کشور گرد هم آیند راه تفاهم ملی را برای تامین صلح و ثبات دائمی در کشور انتخاب کنند. شمار از باشندگان ولسوالی های چهارگانه انخوی فاریاب میگویند که کمبود آب آشامیدنی صحی منجر به افزایش بیماری ها در این مناطق شده است. آنان به برخی رسانه ها گفتند به دلیل استفاده از آب شور و غیر صحی بسیاری از کودکان و بزرگسالان به بیماری های مختلف از جمله اسهال دچار شدند. این در حال است که یونیسف اخیراً گفته که از هر 10 تن 8 تن در افغانستان آب غیر صحی می نوشند و 93% کودکان به علت عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی در مرحله بلند آسیب پذیری قرار دارند. محصولات و تولیدات ازبکستان در مرکز نمایشگاه های بین‌المللی کابل به مدت 3 روز به نمایش گذاشته شده. هدف از برگزاری نمایشگاه هماهنگی و آشنایی بین بازرگانان دو کشور برای رشد و تقویت روابط تجاری گفته شده است. مسئولان اتاق تجارت سرمایه‌گذاری میگویند برای رونق تجارت ازبکستان باید در قسمت صدور ویزا، معاملات بانکی و تبادله اسعار سهولت بیشتر برای بازرگانان افغان ایجاد کند. باشندگان هرات از قطعی دوامدار برق در این ولایت شکایت دارند. آنان میگویند موج گرما و قطعی گسترده برق مردم را با مشکلات جدی روبرو کرده و حکومت باید هرچه سریع مشکل را برطرف سازد. اداره برق هرات ما در پاسخ گفته است مشکل موجود به دلیل کاهش برق وارداتی کشورهای همسایه ایجاد شده. رئیس برق هرات در یک نشست خبری گفت در تلاش حل این مشکل هستند. و خبر اخیر این که در میانه حمله اوکراین به خاک روسیه ولادیمیر پوتین در سفر دو روزه وارد آذربایجان شده است. کاخ کرملین درباره اهداف این سفر اعلام کرد. پوتین با الهام علیوف درباره تداوم توسعه روابط روسیه و آذربایجان و شراکت راهبردی بین دو کشور و همچنین دیگر مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی بحث و تبادل نظر خواهند کرد. بر اساس گزارش‌ها سران دو کشور درباره حل و فصل بحران آذربایجان و ارمنستان هم رایزنی خواهند نمود. مسکو تاکید کرده آماده ارائه هر نوع کمک برای عادی سازی رابط بین باکو و ایروان است. با پایان بسته خبر این ساعت رسیدیم. سپاسگزارم از توجه شما خوبان. تا درود دیگر. بدرود.